سلام به همه شما همراهان عزیز، با گزارش دیگه از فضای مجازی در خدمت شما هستیم و نگاهی داریم به موضوعات مطرح در فضای مجازی. بعد از انتشار خبر سفر ظریف به نیویورک و اعمال محدودیت‌هایی که برای تردد اون انجام شده، خبرگزاری رویتر خبر دیگه هم منتشر کرد که نشون میده این اعمال محدودیت فقط محدود به شخص ظریف نمیشه. طبق این خبر بیش از 12 دیپلمات ایرانی که در آمریکا با خانواده‌هاشون زندگی می‌کنن مشمول محدودیت‌های مشابه ظریف شدن و محدودیت تردد اونها فقط بین سازمان ملل، دفتر ایران در سازمان ملل و محل اقامت سفیر ایران و همینطور فرودگاه جان اف کندی مجاز شمرده شده. در ادامه افزایش فشارها روی رژیم ایران، وزیر خارجه پرتغال هم اعلام کرده که به دلایل امنیتی به ایرانی‌ها ویزا نمیدیم. اما توی چنین شرایطی که رژیم انقدر زیر فشار هست، اما از تحریک و ایجاد تنش دست بر نمی‌داره. این بار دیگه خود خامنه ای شروع به تهدید کرده و گفته دزدی دریایی انگلیس بی پاسخ نمی‌ماند. به دنبال این تهدید خامنه ای، انگلیس هم اعلام کرده که خطر حمله به کشتی ها از طرف رژیم ایران در چشم انداز هست و به همین دلیل هم یک کشتی جدید برای تأمین امنیت خلیج فارس وارد منطقه کرده و کشتی HMS دانکن که این آفشکن 1 میلیارد دلاری هست دریای سیاه رو به مقصد خلیج فارس ترک کرده. جالب اینجاست که توی این وضعیت رژیم تلاش میکنه که ارتباطش با اروپا رو هم حفظ بکنه و برجام رو هم حفظ کنه. کاریکاتوری که روزنامه البیان امارات منتشر کرده این سیاست رژیم رو و تلاش‌های بی فرجام اون رو به خوبی به تصویر کشیده. خامنه ای با حلقه نجات سوراخ و وسیله پینه‌ای اروپایی‌ها به داخل آب پریده. اما خطرناکتر از بحران‌های بین‌المللی برای رژیم، بحران‌های اجتماعی در داخل ایران هست. چیزی که قبلا هم خود خامنه ای از اونها تحت عنوان گسل‌های اجتماعی نام برده بود که میتونن زلزله عظیم اجتماعی رو به دنبال داشته باشن. نمونه‌هایی از پست‌های در رابطه با این بحران‌های اجتماعی رو با هم می‌بینیم. عکسی هست از مقایسه کشتی که نفت مجانی برای بشار اسد دیکتاتور خونریز سوریه میبره و مردم بلوچستان که از سوخت محروم هستند. تصویر دیگه هست از سرپل ذهاب که این روزها به شهر کانکس ها معروف شده، در حالی که بیش از 20 ماه از زلزله سرپل ذهاب گذشته اما همچنان هیچ ساختمانی و بازسازی به خوبی انجام نشده و بیشتر شهر و کانکس ها هستن که خیلی از مردم هم زیر چادر زندگی میکنن و کاربری که منتشر کرده این شعر رو یادآوری کرده که نوشته هر وعده که دادن به ما باد هوا بود، هر نکته که گفتن غلط بود و ریا بود. پست بعدی کلیپی هست از خرمشهر و تصویر غیر بهداشتی فاضلاب در خیابون‌های خرمشهر که کاربری که منتشر کرده نوشته میلیاردها دلار صرف بازسازی جنوب لبنان شده توسط رژیم آخوندی، اما خرمشهر سالها بعد از جنگ همچنان محروم هست. بچه‌های کوچیک دارن کجا؟ تو فاضل آب دارن بازی میکنن. وجدانن کجای این به هر حال به این بیماری‌های انواع بیماری‌ها، بیماری پستی نگاه کنید، بچه کوچیکا دارن کجا بازی میکنن؟ داخل سلام علیکم داخل عرضم خدمت شما فاضل آب دارن بازی میکنن. اینم بچهای کوچیک. واقعا بچه نگاه کن. کلام برای اینکه در استفراغ میکنه بقران. یعنی خرمشهر صاحب نداره بله. اگر صاحب داره بذار بیا اونجا نگاه کنه. بله. ببینم الان شما چقدر فاصله با بندر دارید؟ بابا همین بندر، این بندر خرمشهر. بله. واقعا اینجا بندر خرمشهر یا دهاته؟ خب همینم ببین. یکی دیگه هست از زباله‌گردی کودکان در خرمشهر 30 سال بعد از جنگ ضد میهنی، در حالی که رژیم میلیاردها دلار صرف ترور رو سرکوب میکنه و همینطور حتی همسران عراقیانی که کشته شدن حقوق میگیرن، اما مردم محروم ایران در چنین وضعیتی زندگی میکنن. یک نفر دارد که دست و پای دایم میزند روی این دریای تند و تیره و سنگین که میدانی. آن زمان که مست هستید از خیال دست یابیدن به دشمن، آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید که گرفتستید دست ناتوانی را تا توانایی بهتر را پدیدارید. و کلیپ بعدی هست که غارتگری و سرکوبگری رژیم رو توامان با هم نشون میده، فیلمی از تبریز که تعقیب ماموران شهرداری که یک ماشین
وانت میوه فروش رو تعقیب میکردن باعث چپ کردن و تصادف این ماشین شد. برای دستاورد آخوندها برای مردم ایران چیزی جز تباهی و ویرانی و خرابی و نابودی نبوده. اما چیزی که دیکتاتورها بعضی وقتها فراموش میکنن این هست که این بحرانهای اجتماعی و فشارهای اجتماعی تغییر رو رقم میزنه که اولین قربانی اون همین دیکتاتوری هست که مردم رو به اسارت گرفته و تاریخشون داده که اون روز هم چندان دور نیست. ممنون از اینکه با ما همراه بودین. با ادامه قیام ایران در خدمت شما هستیم.